خداوند تو رو شکر میکنم که امروز حضور مقتدر تو اینجا حاضره امروز میخرام خداوند در هر وضعیت و شرایطی که هستیم امروز تو میخوای کلیسات رو تفقد کنی قومت رو خداوند رو برکت بدی پس امروز ای خداوند از زهان واعظ عزیز ما کشیش نسرین دعا میکنیم که آن کانال مطلوب تو سخن بگی از آسمان از آسمان نانی که امروز برای ما مهیا کردی در اختیار ما قرار بدی ما را برکت بده توسط کلامت مسیح جان تو فرمودی که آسمان و زمین منحل خواهد شد اما کلام زنده ای تو تا ابد پا برجاز. امروز این کلام رو امروز میخوایم به گوش جان بشنویم به گوش دل بشنویم و ایمان ما تقویت شه زندگی روحانی ما متبدل بشه و اون پرنده ایمان از وجود ما دوباره پر بکشه به سوی تو برای خواهرم نسرین دعا میکنم خداوندو که اقتدار تو او را ملبس کرده از دهان او سخن بگو کلام تو امروز میتونه فکرهای ما را عوض کنه دلهای ما را عوض کنه او را برکت میدیم در نام پدر پسر روح القدس آمین بفرمید خواهش بکنم آمین و آمین مچکر یه خواهر عزیزی داشتیم و هنوز هم داریم که زیباترین جمله رو شاید صدها بار تکرار میکنه که حقیقی ترین جمله است که شادی و امید در قلب های انسانی که با گوش جانش میشنوه بیدار میکنه خواهر مولود نیست ایسا زنده است ایسا زنده است آمین کلیسای خداوند بدن مقدس عیسی اینو میتونه حس کنه در روح میتونیم باور کنین ایسا زنده است و قدرت متحول کننده و دگرگون کننده کلامش به وسیله عیسی زنده که امروز بین ما خرامانه و کلامش دیدبانی میکنه عزیزان قادر جانهای ما رو مثل اون پرنده ققنوس تکون بده به پرواز در بیاره آمین عزیزان انسان ها رو وقتی نگاه میکنی که هممون جز انسان ها هستیم نیست؟ انگار یه جوری همیشه آکنده از سوال هستیم. از سوال های کودکان گرفته تا بحث‌های های پیچیده دانشگاهی. مخصوصا در زمان‌هایی که مشکلات تجربه‌های های عدیده توی زندگی ما حجوم میاره این چراها این سوال های بی جواب خیلی بیشتر سر به فلک میرسه نیست چرا چرا این خداوند چطور شد که این اتفاق افتاد چه وقت تموم میشه تا به کی ای خداوند طول میکشه یه جوری انگار میخوایم سطح اون مشکلات اون مانه هایی که تو زندگیمون اومده با این سوال ها بشکافیم به جوابهایی که دنبالش هستیم برسیم تا شاید یه جوری یک کمی امید یک کمی آرامش در قلب های ما رسوخ کنه اما باید بگم متاسفانه سوالات ما همیشه پاسخی نداره و این سوالات بیپاسخ پاسخ میتونه سبب شکهایی خیلی ویرانگر در من و تو بشه بعضی از این افراد این شک ها وقتی به سراغشون میاد با این شک ها زندگی میکنن یه جوری بیاعتناع هستن بعضی ها رو برخی از افراد این شک ها یه جوری بدبین میکنه یه جوری سخت دل میکنه ولی گروه سومی هم هستن که میرن در حضور خدا اینقدر سوال میکنن تا یه پاسخ رضایت بخش رو به دست بیارن کتاب حبقوق نمیدونم کدومتون آشنا هستین همه فکر کنم آشنا هستین چنین شخصی رو به ما معرفی میکنه عزیزان این نبی پر از شکه پر از تردیده در نتیجه پر از سوالاته راه های خدا در چشم او خیلی ناعادلانه است پر از شکایته پر از چراه البته نه اون شکایت های, های خیلی منفی که با یه روح طلبکارانه افراد به حضور خدا میرن ولی حبقوق موضوعهایی در زندگیش پیش اومده بود که یه جوری قلبش رو شکسته بود چرا در دنیا اینقدر شرارت وجود داره چرا بدکاران ظاهرا کامیابن کپکشون چی میخونه خروس میخونه چرا شریران عادلان رو اینطور احاطه میکنن مگر تو نگفتی که چشمان تو پاکتر از اینه که بتونی به بدی نگاه کنی ولی چرا راحت به این همه بدی نگاه میکنی و خاموش میمانی تا به که ای خداوند نزد تو فریاد برآورم تا کی تا به کی نزد تو استقاسه کنم و تو خاموش میمانی وقتی این شکایت ها رو وقتی این چراها رو میخوندم یه جوری دوباره یاد مزمور هفتاد و سه که آصاف هم با همین چراها سؤالها دردها روبرو بود چرا شریران در دولتمندی افسوده میشن چرا؟ چرا گردن ایشان به تکبر روز به روز آراسته تر میشه چرا ظلم رو مثل لباس میپوشن و راست راست راه را میرن چرا؟ چرا ای خداوند؟ متکبران مثل دیگران مبتلا نیستن چرا در زحمت نیستن؟ بعد به زندگی خودش نگاه میکنه پر از ناامیدی میشه و میگه اما ها یقینا من دل خود را به عباس به پاکی تاهر ساختم یقینا به عباس دستای خود را به پاکی شستم چون هر روز صبح به من آماده است هر روز صبح من مفتلا میشم از این تجربه به اون تجربه از این آتش به اون آتش ای خدا و کی بالاخره یه آب خوش از گلوی من پایین میره در زمانهایی هم هست عزیزان در زندگی من و تو مسائلی پیش میاد که همه چیز برامون بیمعناست پر از سردرگومیم پر از آشفتگیم شاید حتی در زندگی ما گاهن معجزاتی رخ میده مخصوصا کسایی که خدمت میکنن دیروز با یه خادمی صحبت میکردم در خدمت او مداخله الهی رو به وضوح داری میبینی اما یه جایی در زندگی های ما پیش میاد که تاریکه نیاز داریم بدونیم در اطراف ما داره چی میگذره چه اتفاقاتی در حال وقوعه انگار در یه قسمت های در زندگی ما به تاریکی محض برمیخوریم و یادمون میره که خدای کتاب مقدس خدایی که نه فقط یک بار خود شده از تاریخ مکاشفه کرد همینطور در کلام مکتوب شدهش خود مکاشفه کرد بلکه امروز هم میخواد ما برای زندگی شخصی خودمون آگاه باشیم برای زندگی کلیسای خودمون خانوادگی خودمون در آگاهی به سر ببریم خدایا اگه تو خدای قادر مطلقی چرا چرا ای خداوند من از تو انتظارات بیشتری دارم هرچی که خدا رو بیشتر بشناسیم عزیزان هرچه که به زنده بودن او واقفتر باشیم هرچه که اثر پای خدا رو در زندگیمون تجربه کرده باشیم انتظارات ما و سوالات ما بیشتر و بیشتر میشه اگه تو خدایی چرا زندگی شخصی من به این روز افتاده؟ چرا شرایط کلیسا اینطوره؟ چرا ای خداوند نتایج مطلوب تری در خدمات کلیسایی من دیده نمیشه چرا شغل من به این روزه رابطه های شخصی و خانوادگی من انقدر داغون و ورشکسته است چرا ای خداوند ما با کلام خدا مواجه میشیم و در کلام خدا مردان و زناری رو میبینیم عزیزان که یه جور گیر میدم خداوند یه جوری میرن سراغ خداوند با فریاد و استقاسه یه جوری با خدا کشتی میگیرن چون خدا شناخت دارن یعقوب رو میبینیم نیست؟ ایلیا رو میبینیم از دست ایزابل ها و اخاب ها فریادش به آسمون رفته بود ایوب رو میبینیم موسا رو میبینیم حزقیال و ارمیا رو میبینیم اگه تو خدایی چرا چرا؟ در این وضعیت باید باشیم این چه وضعیه؟ عزیزان و انقدر حضور خدا رو جستجو میکنن انقدر طالب روی خدا میشن انقدر نزد خدا فریاد میزنن میکوبن در آسمونو جستجو میکنن سوال میکنن تا خدا آوازش رو به گوش اونا بشنوانه این افراد نمیتونن جلوتر برن چون همه چیز انگار یه جوری به نظرشون تاریک میاد وقتی که میرن در اون خلوت وقتی که میرن در اون سکوت کم کم کلام خدا نوری میشه که در تاریکی اونا میتابه کلام مقدس خدا نانی میشه که گرسنگی و قطعی زدگی اونا رو جبران میکنه سیر میکنه ازا خدا مشتاقه که امروزم با منتظران خودش سخن بگه باور میکنی خدا ناظران منفعل از تماشاچیان صرف خشنود نیست خداوند وعده داده که رازهای خودشو اسرار خودشو حکمت گوناگون خودشو به کلیسا بده تو آموز باب سه آیه هفت میگه آیا خداوند کاری بکنه؟ آیا خداوند کاری اصلا میکنه؟ که به جز اینکه به انبیای خودش مکشوف کنه چقدر اون مزامیر میگه سر خداوند با ترسندگان اوست من شخصا چند هفته قبل از سال نو حال آصافو داشتم حال رو داشتم پر از سوالای بی جواب پر از حیاهوهای ذهنی و درونی یه جوری از اون باتلاق‌ها فقط خدا به وسیله روح خدا میخواستم بکشم بالا به وسیله سرود به وسیله شادی و همون شب قبل از اینکه صبح بشه تصمیم گرفتم از همون یکم از همون صبح سهشنبه برم خودم رو کنار بکشم در سکوت و بعد از مدت ها بود بعد از مدت که متوجه کتاب حبقوق شدم احساس میکردم دیگه سالها اصلا کافیه انقدر خوندم که دیگه برام تکرار مکرراته ولی با یک اشتیاقی احساس کردم میتونم خودم رو در این کتاب پیدا کنم عزیزان اسم حبقوق یعنی خدا رو بغل می کنم. خیلی زیباس نیست. در اون استقاسه، در اون جد و جهد خدا رو بغل می کنم. پیام کلی کتاب حبقوق راستی و حقیقت در نهایت پیروز خواهد شد. فقط همین یه جمله میتونه جانهای ما رو در شادی و آرامی خدا قرار بده و آیات کلیدی این سه باب کوچیک یه کتاب کوچیکی که فقط سه تا باب داره برای من باب دو آیه یک دو بیست بود دو یک میگه بر دیدبانگاه خود میستم بر برج بلند برپا میشوم و مراقب خواهم بود تا ببینم خداوند به من چه خواهد گفت خداوند درباره این همه شکایت من به من چه جوابی خواهد داد برج دیدبانی از آن سمبولی از حالتی از انتظاری صبورانه که تو ام با سکوت سکوتی که گاهن خیلی طاقت فرسه و درد آوره در زمانهای گذشته دیدبانان ساعتها عزیزان روی برج‌های بلندی که در شهر ساخته بود در سکوت صبورانه انتظار میکشتن به دور دست ها نگاه میکردن که شاید دشمن میاد اون‌ها افراد مخبر بسازن شاید هم دشمن نباشه یه قاصدی خوشخبر باشه این آیه انگار داره میگه برای دریافت چراهای خودم، تابکه های خودم میخوام خودمو در بهترین حالت قرار بدم فراتر از تمام اون مشکلات یعنی در خلوت، در حضور خدا، در خاموش بودن، در سکوت بودن و حبقوق برای اینکه جوابشو بگیره خودشو در بهترین حالت قرار داد و خدا از همون شروع باب دو شروع که به سخن گفتن حرفای خدا در این باب از خیلی قابل تعمقه که وقت ما نمی گنجه به اون بپردازیم ولی نقطه عطف پیامی کتاب حبقو که منو کمک کرد که ایمان بیارم که مسیر درستی رو دارم میرم جام درسته حقیقتا بر برج بلند برپا شدم باب دو آیه بیسته اما خداوند در هیکل قدس خود نشسته است پس تمامی جهان به حضور او خاموش باشند همین که این آیه رو خوندم دقیقا چشمم افتاد به صفحه روبروی کتاب مقدس هم کتاب صفنیا که خیلی حالت حاکمانه تر شخصی تر داره فرمان میده تو آیه یک باب یک آیه هفت در حضور یهوه ساکت باش خاموش باش راستش بیشتر دلم میخواست خدا مثل حبقوق منو تسلی میداد جواب سوالامو میداد ولی از همون شروع یک مهری بر دهان من زد که سکوت کن هیچ حرفی نزن خیلی از موقع در سالهای ایمانم خیلی دلم خواست که این سکوتی که در خدا داره بهش اشاره میکنه تمرین کنم خیلی دلم میخواست که در روزه سکوت اگه دو روز سه روز موفق باشم ولی سکوت حقیقی نبود عزیزان ظاهری سکوت بود دهنم بسته بود هیچی نمیگفتم ولی تو ذهنم تو قلبم پر از حیاهو بود فقط ظاهرم شبیه آدمایی که در سکوتن ولی این دفعه خدا بود که داشت کاری میکرد خدا بود که قدرت تصمیم گیری به من میداد و قدرت میداد که انجام بدم این کاری که خدا داره من تو اون مسیر میبره تو کتاب فیلیپیان هم میگه دو زیر خداست که به حسب اون عمل نیرومند خودش هم اراده و هم قدرت تصمیم گیری رو به تو میده وقتی که شروع کردم احساس کم اولین نیازم اینه که اصلا بفهمم سکوت یعنی چی؟ این چیزی که خدا فرمان داده یعنی چی؟ برای همین احتیاج به یه منابعی داشتم تنها منابعی که تو خونه داشتم که دویدم سراغ چند تا کتاب بود که معرفی میکنم اینجا شاید کسایی باشن که در همین اول سال عزیزان در ماه یانوا هستیم حال و هوای آصاف و حبقوقو دارین و دلتون میخواد خدا رو جستجو کنین اولین روزهای سال 2019 رو تقدیم خدا کنین در روز و سکوت این کتاب اینه شب تاریک جان سرمشق گیری از مسیح که مونس منه کتاب قلب جستجوگر و انضباط روحانی این چهار تا کتاب خیلی تونست منو در جمعوری این معزه این پیام کمک کنه و جواب این سوالامو گرفتم یه جوری چرا انسان از سکوت گریزانه؟ چرا؟ دومین ماهیت و خصوصیت خاموشی و سکوت در حضور خدا چیه؟ سومین دریافت اینه که نتایج این سکوت چی در زندگی ما خواهد بود و چهارمین قسمت چه مواردی عزیزان سکوت دلخواه خدا نیست و ما فکر میکنیم که داریم سکوت میکنیم اولین قسمت که چرا انسان انقدر از خلوت گریزانه انقدر فراریه انسان از ذاتن ترس از تنها موندن داره به خاطر این ترس از تنها موندن دائما به سمت شلوغی و افراد حرکت میکنه، سوخ پیدا میکنه. حتی بعضی از تلاش های ما برای خدمت‌های بیوخوه، خستگی ناپذیر، هایی که وارد یه گروه بشیم، وارد یه تیم بشیم، بعضی از قسمتاش فقط برای ترس از تنها ماندنه. یه موقعا ما بیوخوه داریم حرف میزنیم. حتی کلماتمون بی‌معنیه. حتی اگه قابل شنیدن نی فقط حرف بزنی افرادی دیدی وسیله صوتی هم میکنه هدفونشون تو گوشش میذارن تا اگه کسی احیانا در کنارشون نبود این سکوت عذابشون نده ما حتی در جمع از سر و صدا تولید میکنیم سر صدا تولید میکنیم که شاید اگه نحیفترین صدای تنهایی درونمون به گوشمون میرسه یه خفش کنیم با این هدفون این صدای موزیک یه شهادت جالبی دارم تقریبا 16 سال پیش میرفتیم کلیسای برمن خدمت این افتخار رو داشتیم البته خدمت من که اصلا سمر نداشت ولی هر دفعه که یادمه که میرفتیم اونجا برای برمن تنها چیزی که منو اذیت میکرد حقیقتا یه جوری خوشنود نبودم از اینکه برم این مسیر بود مسیری که تو ماشین می‌شستی. چون من عادت دارم وقتی تو ماشین میشینم خیلی برام لذت بخشه که سکوت باشه یادم یه بار دوباره تنم لرزید الان میخوایم بریم برمن حالا اونجا که هیچی خدا رو شکر، فقط الان تو ماشین رو چی کارش کنم همین که تو ماشین نشستیم یه صدای از استریو ماشین پرستش آلمانی به گوش میرسید دو تا خواهر اینورم سرود ایرانی رو می‌خوندن، عشق من تو هستی شبان من تو هستی یار من تو هستی محبوب من تو هستی همجور میخوندن یکی همین پشت سرم داشت به زبان صحبت میکرد من همینجور هم زیر لب هم گفتم خدا و خواهش میکنم یه جوری کمکم هم. کن همین الانی که خودم از ماشین پرت کنم بیرون یه دفعه یه آیه اومد تو ذهنم گفتم بچه ها بچه ها یه آیه میخوام بهتون بگم یه آیه که اگه بخونیم همین الان هم یه آیه رو عمل کنیم یعنی زندگی کنیم بول میدین زندگیش کنیم همین الان همه هم فکر کرده الان یه آیه است که یه ساعت میخوان راجبش بحث کنن سخنرانی کنم گفتم یکیتون کتاب مقدستون رو باز کو حل شدن کتاب مقدس رو باز کردن الان بالاخره خواهر نسرین دهنش رو باز کرد شروع میکنیم به صحبت گفت چی بخونیم گفتم مکاشفه هشت یک مکاشفه هش یک هنگامی که بره هفتمی مهر را گشود حدود نیم ساعت سکوت در آسمان حکفرما شد تمام ماشین پر شد سکوت سکوت منم گفتم الهی قربون اون شکل ماهت برم مدد کاری که در تنگی ها یاف میشی آخه یه موقع که این چیزا رو میگم به من میگفتم مریخی هستی چون همه مدلی دوست دارن تو یه مدل دیگه زیر لب گفتم الهی قربون شکل ماهت برم که تو هم مثل من مریخی هستی ولی کاش که به جای نیم ساعت یک ساعت بود اونجا خورسته واقعا سکوت عزیزا از از موزل تنهایی حتی کودکان ما رو در بر میگیره دیدیم بچه‌ها با گریه آویزون دامن مادر کسی نیست با من بازی کنه کسی نیست و مادر بیچاره باید با هزار تا درد و بدبختی بچه دیگه تولید کنه برای آقا جانش خانم جانش واقعا باعث تأسف و غم درده که بعضی بچه‌ها تولید میشن به خاطر اینکه بچه اول چیه تنها نباشه قافل از این که این تنهایی یک خلاه درونی عزیزان ده تا خوهر برادرم داشته باشی تو سر کله هم فقط میزنین باز هم احساس تنهایی خواهیم کرد اما ماهیت سکوتی که منظور نظر خداست چیه؟ بیشتر میتونم بگم یه وضعیت ذهنی قلبیه تا یک وضعیت ظاهری بدون سکوت درونی، ما اون سکوت بیرونی رو در حضور خدا تجربه نمی‌کنیم. گفتم شخصا من خیلی سعی کردم که تمرین کنم، ولی فهمیدم بدون امداد الهی من نمیتونم این محبت عالی رو در خودم پرورش بدم. همینطور یه مورد خیلی جالبی که توی یکی از این کتاب ها اشاره کرده بود راجع به این ماهیت و خصوصیت سکوت اینطور گفته بود که یک روز پر هیاهو عزیزان و شلوغ میتونه روزی توأم با سکوتی درونی باشه به شرط اینکه سر و صداها باستابی از حضور خدا باشه صداها پیامها فقط حرف زدن نباشه نوت نباشه بلکه از جانب خدا باشه بیشتر از اینکه ساخته پرداخته ذهن بشر بشه دیدیم بعضی از پرستش ها بعضی از معزه ها تعلیم ها به جای اینکه ما رو در آرامی و سکوت ببره انگار ما رو یه جور فرسوده میکنه خسته میکنه این بلندی صدا فقط انگار سر صدا تولید میشه اما نتایج عالی سکوت در حضور خدا چیه عزیزان یکی از نتایج عالی سکوت اینه که ما یاد میگیریم زیر این آسمان برای هر چیزی وقت و زمان وقتی برای سکوت وقتی برای گفتن عزیزان زبان قوی ترین سلاح ما در اعمال نفوذ به دیگرانه گاه سیل کلمات انان گسیخته چنان از دهن ما بیرون میاد چه برای نصیحت اصلا طرف نمیخواد نصیحت گوش کنه نمیخواد همینجور شروع میکنیم به نصیحت کردن از تجربه های خودمون یا حتی در حضور خدا که باید بریم دعا کنیم یه کمی سکوت کن ببین خدا چی میگه نویسنده یه حکیم جامعه خیلی زیبا میگه تو باب پنجایه یک کدوم میگه تقرب جستن به جهت گوش دادن نزد خدا از گذرانیدن قربانی های احمقان بهتر است تجیل نکن وقتی میری به حضور خدا همینجور صحبت کنی تکرار باطل کنی چون خدا در آسمان تو از در زمین از کلمات سنجیده و کوتاه باشه حتی خدمات روحانی ما گاهی میتونه مثل قربانی احمقان باشه من وقتی به این قسمت رسم گفتم خداوند واقعا ببخش چقدر قربانی احمقان رو به تو تقدیم کردم و خودم نفهمیدم یکی دیگر نتایج عالی سکوت و خلوت گزینی دخالت نکردن عزیزان. تو توش اوضاع و شرایطی که به تو ربطی نداره و تو اصلا صلاحیت اینو نداری که نظر بدی در موردش یعقوب چقدر زیبا میگه شخصی که بتونه جلوی زبان خودش رو بگیره اون مرد کامله اون فرد کامله و نمونه خیلی جالبی که کلام خدا به ما میده پتروس عزیزان پتروس اصلا وقت برای گفتن و وقت برای سکوت اصلا قربونش برم نمیدونست یادتونه تو تبدیل هیئت عیسی مسیح خداوند وقتی تبدیل پیدا کرد در باب 17 تو متا اونجا یه اتفاق عجیب افتاد شکوه جلال یهوه در ایسا دیده شد ابری درخشنده اومد نوری عظیم اومد صدای از ابر اومد که اینه فرزند عزیز من چهره ایسا متبدل شده بود عزیزان مثل خورشید می درخشید از کوک کوک های ردای مبارک ایسا نور سفید ساته بود اما پتروس که درک درستی نداشت از این واقعی آسمانی کسی هم از او هیچ سوالی نکرده بود پرید وسط تو آیه چهار خداوند چقدر عالیه وای احساساتی شده بود الان سه تا سایبان اینجا بسازم یکی برای تو اصلا نه نیم پایین از کوه هرمون نه همینجا بیستیم سه تا سایبان بسازیم یکی برای تو ایسا جان یکی برای ایلیا یکی هم برای موسی عزیزان اون میتونه سکوت کنه او میتونست محو این واقعی شگفتانگیز و آسمانی بشه میتونست به رو بیفته ولی قربانی احمقان رو تقدیم کرد وقتی سکوت میکنی در اون سکوت خدا قوتور میشه از لحظه فرا میرسه که محب در محبوب جا میگیره یکی میشه محبوب در محبوب ساکن میشه و اونجا تمام حواس پنجگانه ای تو زیر کنترل تو در میاد تو میفهمی کی باید حرف بزنی کی باید سکوت کنی از سکوت خیلی سخته به نوعی مرگ انسان کهنه است طبیعت انسان کهنه از سکوت گریزانه دائم میخواد حرفای رو بزنه ذهنش پر از حرفه و اگه این رو نزنه جونش در میاد طبیعت کهنه اگه حرف نزنه میمیره برای همین دائم باید حرف بزنه چون اگه حرف نزنه به پوچی خودش پی میبره یکی دیگه از سمرات عالی سکوت اینه که دفاع از حقانیت خود تو یک سره به خدا واگذار میکنی هیچ لازم نمیبینی که همش ذهن دیگران رو بیای اصلاح کنی نسبت به خودت می نتیجه راجب خودت توجی کنی کارای خودتو در قرون وسطا یه داستان خیلی جالبیه راجب راهبی گفته راهبی بود که غیر منصفانه و ناروا دائما متهم میشد یه روز از پنجره نگاه کرد بیرون و و سگی رو دید که گوشه یه فرش رو داره گاز میگیره پاره میکنه همینجور که داشت با اون نگاه میکرد خدا با او حرف زد گفت همین کاریه که خب افراد با آبروی تو میکنن ولی اگه به من اعتماد کنی من تو رو یاری میدم چه در قسمت آبرو چه در قسمت هر چیزی که تو نیاز داشته باشی عزیزان تو کتاب مقدس خیلی این چیزا رو دیدین در خروج باب دوازده دیدین خواهر برادر خود موسی به ضد او شورش میکنن به مقام و نفوذ او حسادت میکنن و این حسادت خودشون رو با انتقادهای بیجا میخوان سرپوش بذارن دیدی بعضی پر از حسادتن نسبت به نفوذ و مست یه نفر ولی میان یه چیزی رو میخوان بهونه کنن که طرف و پایین بکشن موسی اصلا نبود تو باب دوازده خدا از موسی دفاع کرد هر چقدر ساکت باشی نه اون سکوتی که تو دل تزار تا قضاوت و بدخواهی ها هر چه ساکت باشی خدا جواب خواهد داد چقدر مزمور سی و واقعا چندین بار اینو با تمام سلولای وجودم تجربه کردم مزمور نویس میگه من مانند گونگم که دهان خود را نمی گشاید مثل کسی گردیدم که در زبان من هیچ خجتی نیست چون که خداوند انتظار تو را می کشم نزد تو ساکت هستم و تو ای خدای من جواب خواهی داد آمین اما سکوت چه چیزهایی نیست عزیزان سکوت کسالت روحانی یخته کسالت روحانی معمولا از گناهه از ناعتاعتی آرزه شخص میشه دیدین افراد هیچ کاری هم نمی کن. دائما میگه من خستم میخوام خودم رو پیدا کنم کنار میکشم پازه میخوام باید یه جوری برای خودم زندگی کنم این دوچار کسالت روحانیه اون تر و تازگی روحانی رو از دست داده به خاطر اینکه چندین شاید گناه مخفی درونه پس کسالت روحانی سکوت نیست سکوت و خلوت گزینی برای دیگران فتوا آوردن نیست بری بالای کوه سینا ده فرمان رو بیاری برای افراد من رفتم ملاقات با خدا گناهای تو رو خدا به من نشون داد متوجه هستی نیزدان خیلی با اطمینان میتونم بگم شخصی که یه همچی کاری بکنه پیش یه خدای غیر رفته پیش خدایان تاریکی شاید رفته و سکوت تهدید نیست دلخوری نیست قهر نیست معمولا بین زوج این خیلی مرسومه همدیگر رو تهدید میکنم با سکوت با قهر حرف نمیزنم یک ماه دو ماه زمانم تعیین میکنن تا تو رو خودت کار کنی این کار رو انجام بدی همدیگر رو عذاب روحی میدن زنی بود که پیش من اومده بود سالها پیش بود تو این کلیسا نبود خیالتون راحت باشه چند ماه شوهرش با این حرف نمیزد دوچاری چه عذاب روحی شده بود عزیزان سکوت سازنده الهی همطور سکوتی مخرب نیست وقتی که داره راستی و حقیقت منحرف میشه مثل تماشاچی بشینی نگاه کنی نیست؟ انگار داری فیلم نگاه میکنی وقتی ضروریه که تو حرف بزنی باید حرف بزنی برعکس عزیزان برعکس وقتی تو در سکوت درونی هستی در اون سکوت سازنده روحانی هستی خدا فهم تو رو روشن میکنه تو رو از بیهود حفظ میکنه زبان یه شاگرد رو به تو میده که بدونی چطور خستگان رو با کلام تقویت کنی گوشی به تو میده عزیزان که فراتر از کلمات کسی که رو به رو دیستاده داره درد میکشه بفهمی دیدی با یکی حرف میزنی داری فارسی حرف میزنی طرف فرانسه میشنوه آخر سر میگه چه غلطی کردم اصلا رفتم با این صحبت کردم سکوت الهی عزیزان حکمت میاره شفقت میاره حتی برای محبت کردن محبت های هر و احساسی انجام نمیدی هر جا هر زمانی بری بیای فکر کنی که محبته حساسیت روحانی تو رو بالا میبره به تو یه جوری ملاتفت میده درک میده یه جوری که جنسش از جنس خداست یک شناخت عمیقتر از خودت و خدا به تو میده و حبقوق نبی عزیزان و آساب و شکایتی تلخ غم و اندوش شروع کرد و درست بعد از دریافت پیامی از طرف خدا که این تمامی بشر در حضور او ساکت باش از پله های پرستش و شادی قدم به قدم بالا رفت سیر سعودی پرستش در قلب او شروع به توقیان کرد این پرستش که آرامی و قوت او سرچشمه می گرفت. این آرامی و قوتی که از شناخت خدا و شناخت خودش در او به وجود اومده بود و زیباترین سروده های کلام خدا رو سرایی اگر چه انجیر شکوفه نیاورد اگر چه میوه یافت نشود اگر چه حاصل زیتون زایع شود اگر چه مزرعه ها آزوق ندهد گله ها در رمه ها یافت نشود لیکن من در خداوند شادمان خواهم بود من در خدای نجات خودم وجد می کنم عزیزان آصاف هم مثل حبقوق مراحل بالا رفتن از پله ها رو چقدر زیبا طی کرد عزیزان وقتی در اون سیر و سلوک روحانی قرار میگیریم مثل یه پلکانه که یک ایماندار جستجوگر یک ایمانداری که پر از انتظار روحانیه خدای خودشو میشناسه قدم به قدم مثل یک زیارت روحانیه از این پله ها بالاتر میره تا به شناخت عظمت کبریایی قدوسیت و حکومت و حاکمیت خدا برسه پله های اولی که تو مزمور 73 بعدم بریم بخونید، از با آیه یک تا هفده داره شکایت میکنه خودشو در حضور خدا میرزه نمیره دیگران رو آلوده کنه ها عزیزان خودشو در حضور خدا میریزه و اگه نه تو همون تلخی و درد و مرض میموند و بیشترم میشد شکایت خودشو در حضور خدا میریزه میکوبه در آسمانو جستجو میکنه سوال میکنه پله اول اینه پله دوم آیه 17 میگه تا به قدس های خدا داخل شدم آنگاه در آخرت ایشان تعمل کردم سکوت کردم فکر کردم دهن خودم رو بستم پله سوم آیه 21 لیکن من در درونم دل تلخ شده بودم دل ریش شده بودم چون که معرفت نداشتم چون که شناخ نداشتم چون که من وحشی بودم چون که مثل بهایم بودم به کجا رسیده؟ شناخت خودش پله چهارم اما ما الان دوزاری مفتاد فهمیدم که تو پیوسته با من هستی تو با من هستی تو اقبال بلند من هستی تو نصیب و قسمت نیکوی من هستی تو دست راست من را گرفتی تو با مشورتات منو احاطه کردی منو احاطه میکنی منو هدایت میکنی خود خودتو به من یاد میدی و پس از این همه منو به جلال خواهی رسانید. کیس برای من در آسمان کیس ای خداوند هیچ چیز در زمین نمیخواهم چون هسته و قسمت من تو هستی و پله پنجم آیه 28 اما مرا نیکوست <applause> هللویا چه ایمانی به چه اوج ایمانی رسیده اما مرا نیکوز که به خدا تقرب بجویم به خدا توکل کنم تا همه کارهای او را اعلام کنم اشاره به چیه شناخت خدا و پرستش او عزیزان همجور که هفته پیش گفتم در سکوت کایروس فرا میرسه یعنی زمانی که خدا وارد صحنه زندگی تو میشه در جای مکانی که هیچ کس هیچ انسانی هیچ پاسخی نداره به تو بده تو به جایی میرسی به جایی میرسی بی آنکه طالب برکتی باشی آروم میگیری صبورانه به راه خودت با شادمانی حرکت میکنه اگر چه انجیر شکوفه نیاورد هللویا اگر چه ماها یافت نشود اگر چه مزرعه ها آذوقه نده اگه چه من میکارم باد درو میکنم اما من در خداوند شادمان خواهم بود چرا در خداوند شادمانی حبق جان چرا و کلید چرا چون یهوه خداوند قوت من است او پاهای مرا مثل پاهای آهو می سازد و مرا به مکانهای بلندم خرامان می سازد از آهو خیلی سریع نیست پلنگ و ببر و یوس پلنگ باید جون بکنن تا بهش برسن درست یا نه؟ مکانهای بلند اشاره به اون مشکلات و موانع زندگی ماست داره میگه اما خداوند با قوت قیام خودش، این خدای زنده خودش کمک میکنه که پاهای من مثل پاهای آهو باشه که نه فقط در مشکلاتی که هر هر سو به من میاد لغزش نخورم، نرم گمشم بلکه روی مشکلات نه تنها راه برم بلکه بدوم عزیزان خدا در شرایط سخت به پیروان راستین خودش پاهای استوار میده تا به سوی پیشوا و کامل کننده ایمانش مثل آهو بدون وقفه بودوه و در زمان مناسب عدالتش رو برقرار میکنه وقتی در سکوت روی خدا رو میطلبی میفهمی چقدر محدودی در مقایسه با اون خدای نامحدود تو چقدر کوچیکی که بهتر این سکوت رو ادامه بدی خدایی که بر تمامی وقایع زندگی تو در کنترله حاکمیت مطلق خدا رو میفهمی علم به این حقیقت عزیزان به من و تو که در دنیای پر از سوالات بی جوابیم پر از تناقضات هستیم پر از اختشاشات هستیم پر از نادالتی ها هستیم اطمینان میده امید میده آرامی میده شادمانی میده و زیر لب میخونی حتی اگه کسی معنی این شادی تو رو نفهمه لیکن من در خداوند شادمان خواهم بود در خدای نجات خود وجد و شادی میکنم. کنم چشمای خودمون رو چند لحظه ببندیم ای خدای عالی ایمان دارم که تو با منتظران خود سخن گفتی ایمان دارم ای خداوند که چشمای تو تو همین فضا تردد کرد ای خدای زنده تا قلبهایی رو ببینه که میخواد صدای او رو بشنوه تاریخ‌های او رو یاد بگیره خداوند تو میدانی من نمیدانم اگه در بین ما افرادی هستن که پر از سوال بی جوابن کمرشون زیر بارهای گران خم شده ذهنشون پر از حیاهوه قلبشون پر از سختی و بدبینی شده از اینکه سوال کردن و در آسمان و کوبیدن و بی جواب بوده اگه در قسمت با تاریکی محض روبرو هستن اگه وقایی در زندگی اونا در رخ میده که نمیدونن چرا اگه افرادی که هستن که خدا ترسن در ترس خدا در کلام او در قداست زندگی میکنن ولی از آب و آتیش در میان و دوباره به آب و آتیش میفتن بارهای گران رو شونه اوناست خداوند تو میدانی ای روح قدوس الهی تو میدانی دعا میکنم خداوند دعا میکنم به وسیله اون قلب شفی تو اون شفاعت نیرومند تو که از میان ی افراد عبور کنی و به اونا یک اشتیاقی بدی با اشتیاق خودت برای خلوت گزینی برای روی تو رو طلبیدن برای اینکه اون سکوت درونی رو خداوند که جان اونا رو در آرامی و اشتیاق و شادمانی تو حفظ و حراست میکنه در هر وضعیتی خداوند امروز قدرت تصمیم گیری و اراده به اونا بدی که من میخوام این روزا رو تقدیم تو بکنم و خودم رو کنار بکشم به جان اونا آرامی رو حکم بفرما به جان اونا خاموشی رو امر بفرما ذهنای اونا سکوت رو فرمان بده که در حضور خدای قدوس خاموش باشن بازیستن و بدانن که او خداست تا مثل حبقوق نه با عشق و ناله بلکه با شادی بگن اگه این اتفاق تو زندگیم نیفتاده شادم هیچ وقت نیفته شاید سالهای من هیچ جوابی داده نشه اما من ایمان دارم که تو خدایی و سلطنت میکنی تو حاکم مطلقی برای همین زیر با سایه بالهای تو شادمان خواهم بود وجد و شادی خواهم کرد و نام قدوس تو رو جلال خواهم داد